أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. السلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین برادران و خواهران. اینجا شهر مقدس قم هست، جوار کریمه اهل بیت عصمت و طهارت حضرت معصومه سلام الله علیها، و صبح هم روز جمعه. انشاءالله که به حق این ایام میلاد با برکت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام فرج امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف را معجل ما را از جمله اعوان و انصار حضرتش قرار بدهد. برنامه امروز را هم آغاز میکنیم انشاءالله درباره توصیه های پیامبر گرامی اسلام به ابوذر غفاری رحمت الله علیه. خب بحث تا اینجا پیش آمد که ما از محضر حضرت آیت الله شیخ زاده استفاده کردیم. چند نکته‌ای که در ابتدا در طی چند قسمت بحث شد، یکی این که پیامبر گرامی اسلام فرمودن ابوذر اونطور عبادت کن مثل اینه که خدا رو می‌بینی، و اگر تو خدا رو نمی‌بینی خدا تو را می‌بیند. نکته دوم درباره توصیه به اهل بیت علیهم السلام بود که فرمودن مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح هست، هر کسی که به این کشتی سوار بشود نجات پیدا می کند و هر کی از این تخلف بکند غرق می شود. و نکته سوم درباره فرصت بحث صحت و فراغ بود که از صحت و فراغ استفاده بکن. و دیروز هم و یا قسمت قبل درباره اون پنج توصیه بسیار مهم بحث شد که فرمودن این پنج چیز را پیش از دست دادن غنیمت بشمار: یکی جوانی، دوم تندرستی، سوم توانگری، چهارم فراغت و پنجم حیات. و امروز در ادامه بحث ها انشاءالله استفاده میکنیم از محضر حضرت آیت الله شیخ زاده نماینده تام الاختیار حضرت آیت الله العظما سیستانی ادامه این مباحث را. حضرت آقا سلام علیکم. سلام علیکم جناب آقای بختیاری، انشاءالله که صبح شما بخیر و نیکی باشه. خدمت شما عشق، همونطوری که فرمودید امروز روز جمعه و روزی است که المتوقع فیه ظهور امام زمان. بله، که ظهور امام زمان میگن در روز جمعه واقع میشه. بله، حالا ما یه روایتی از فرمایشات پیامبر را در زمینه‌ای که به ابوذر غفاری فرمودن بخوانیم و بعد ببینیم اگر بشه راجع به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم چند کلمه عرض کنم. خیلی عالی است، خیلی عالی است. خدمت شما عرض شد که فرمایش دیگر پیامبر این است که یا ابوذر ایاک و تصویف به عملک، بله، فا انک به یومک و لست به ما بعده، بله، فا این یکن غدن لک غدن لک فکن فلغده کما کنت فلیوم و این لم یکن غدن لک تندم علا ما فردت فلیوم. بله، نکته خیلی مهمی است. بله، و یکی از نکته هایی است که ما اکثرا با واسطه توجه نکردن به همین نکته خیلی چیزها را از دست میدیم. بله، پیامبر میفرماید که برشت پیامبر میفرماید که ای ابوذر ایاک و تصویف، بله، مبادا که
تصویف داشته باشی. تصویف یعنی چی؟ یعنی آدم بگه خب بعدن این کار رو انجام میدم، فردا این کار رو میکنم، بله، دو ساعت بعد این کار رو میکنم، بله، وقتی پیش رو هم توبه میکنم، بله، و وقتی یک چند وقت از عمرم گذشت مکه میرم، بله، نمازهای قضای من میکنم، بله، اینا رو میگن تصویف. بله، یعنی این کار رو میکنم، این کار رو میکنم میشم. بله. ایاک و تصویف به عملک. بله. مبادا خودت را گول بزنی به واسطه این که بعدن انجام میدم به آرزوهایت. تصویف با آرزو نکن. که من 5 سال بعد بازه خورده حالم چطور شد میخوام این کار را انجام بله. بدم. چرا؟ ولست فانک بیومک ولست بما بعده. تو امروز که هستی، امروز روز توست. بله. فردا معلوم نیست که روز تو باشه. بله. فردا شاید از دنیا بری. بله. شاید اصلا فردایی برای تو نباشه. نباشه. توجه فرمودید. پس امروز که برای تو هست، همین امروز کار فردا را کار امروز را به فردا میفکن. فَإِنْ يَكُنْ غَدًا لَكَ غَدٌ لَكَ فَكُنْ فِي الْغَدِ كَمَا كُنْتَ فِي الْيَوْمِ. اگر فردایی داشتی، بله، او فردا را مثل امروز انجام بده. یعنی کارهای فردای تمو فردا انجام بده. بله. مثل امروز که کارهای فردا را نمیخوای، بله، کارهای امروز را نمیخوای به فردا بیاندازی، بله، کارهای فردا را به پس فردا نینداز. و ان لم یکن غد لک تندم علی ما فردت فی الیوم. اگر فردایی نداشتی، امروز هم از دست دادی به آرزوها، همیشه پشیمان میشی. بله. وقتی که امروز را از دست دادی پشیمان میشی که خب همون دیروز چرا هم کار نکردم. 2 سال قبل که من میتونستم مکه مشرف بشم چرا نرفتم؟ نرفته. الان گرفتاری بیماری قلبی شدم، پرواز نمیتونم. بله. الان پول را از من گرفتن، بله، نمیتونم برم. الان به واسطه کرونا راه مکه بسته شده و من نمیتونم برم. بله. نمازهای قضایی که داشتم تا حالا نخوندم و فردا نمیتونم بخونم. بله. توجه فرمودید. بنابراین باید توجه داشته باشی و کارهای هر روزت همون روز انجام بدی. مبادا آرزوهای دور و دراز برات بدی. بله. بعد از این کار میکنم، چند مرتبه کربلا میرم، چند مرتبه مکه میرم، بله، برای پدرم قرآن میخوانم، بله، برای مادرم چیکار میکنم، خیرات میکنم، کمک میکنم، این داره نه. بله. همون کاری که امروز میتونی همین، بله، امروز، بله، انجام بده، برای فردا نگذار. پس بنابراین جوانان عزیز و دیگر عزیزان توجه داشته باشند که آرزوهای دور و دراز انسان را از همه کار میاندازد. آرزوهای تا خیلی کوتاه کن و هر آرزو را برای همون روزش انجام بده. بله. برای فردا و پس فردا نگذار که چی بسا انسان به فردا و پس فردا، بله، نمیرسه. بله. لذا میبینیم که خیلی عزیزان ما متاسفانه در سن جوانی از دنیا میرن، بله، و کاری انجام نمیتونن بدن. بله. خب. همینجا یکی دو تا نکته که از این فراز استفاده بکنیم و کاربردی بشه، بحث ازدواج هست آجا. الان شما میدونن حتی در این کشورهای مثل ایران اینا آمار ازدواج خیلی بالا رفته، یعنی بحث به 30 میانگین به 30 سال بالاتر رفته، و در کشورهای غربی خب بیشتر، یعنی یک فرهنگ خب به اصطلاح غربی هست که خودشان بالاخره تا 40 سال معمولا 35 سال ازدواج نمی کنن. خب اونا راه های دیگه هم دارن، ولی این یک جوان مسلمان
که دانشگاه هم میره، مثلا در معرض دید هم هست، اینا که به حساب تصویف در امر ازدواج هم آیا هست به حساب که امروز و فردا و 30 ساله و به حساب 40 ساله و اینا، در این بحث هم اگر شما بحث بکنیم؟ خدمت شما عرض کنم یکی از چیزهای مهمی که اسلام بهش توصیه کرده مسئله ازدواج. ازدواج متاسفانه امروز پسرها دخترها از ازدواج فاصله میگیرن به واسطه همون آرزوهای دور و دراز. من باید فلان مدرک را بگیرم بعد ازدواج، بعد ازدواج فلان کار را کنم بعد ازدواج میکنم. بله. این خانومی که من میخوام با او ازدواج کنم شرایط مرا نداره، با من نمیخوره. بله. من از خانواده چیگکم و این خانم از خانواده چیگک. بله. ما وضعیت مالی ما اینطوره، اینا اینطوریه. بله. اینا متاسفانه مسائلی است که همش دامهای شیطان. دامهای شیطان. ببینید درباره ازدواج امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام الله علیها، روی خانه که حضرت زهرا را به اصطلاح آوردن اونجا، خانه علی، ریک فرش بود. بله. فقط یه فرشی انداخته بودند که جای خواب عروس و داماد بود. دیگه بله. همش ریک بود. تمام به اصطلاح همون جهیزیه حضرت زهرا عبارت بود از همون چیزهای خیلی ضروری. یک کاسه برای آب، یک دیگ، یک آسیا، چی همینطور. بله. بنابراین آدم هرچی مسائل زندگی را آسان بگیره زندگی بر آدم آسان میشه. آسان. هرچی مشکل بگیره آدم زندگی بر آدم مشکل میشه. بله. و این مشکلات هم روز به روز زیاد میشه. زیاد میشه. و وقتی هم که سن انسان از سن ازدواج گذشت، هر چیز یک سنی داره. آی وقتی که سن انسان از سن ازدواج گذشت، دیگه اون حالتی که بتونه با همسرش تعامل داشته باشه دیگه نداره. بله. ببینید بچه یک سن شیرخوارگی داره. بله. که باید در موسن شیر بخوره. شیر بخوره. بله. وقتی بزرگ شد، 5 ساله شد، دیگه اون شیر خوردن خود اون بچه هم دوست نداره. دوست نداره. چون از وقتی گذشته. بله. اگر بخورم خیلی با کراهت. کراهت. بله. پس مسئله ازدواج و مسئله این طوریست. این طوری. آدم باید تکیه بر خدا کنه و از خدا خیرش بخواد. نهایتش اگر آدم چی خانم نسبت به همسرش و چی آقا نسبت به خانمش میخوان فکر کنن، یه مشورتی کنن و بعد اگر فکرشون به جای نرسید یک استخاره ای کنن. بله. با خدا مشورت کنن و اقدام بکنن. بنابراین خیلی خطرناک است که انسان ازدواج را به تأخیر بیاندازه و نتیجهش همونطوری که عرض کردم سن که گذشت به یک سنی میرسه که دیگه انسان نمیخواد. بله. اگر هم بخواد مجبوریه. مجبوریه. مثل عرض کردم بچه سنش که غذا چه شیر میخوره سن 1 ساله و پایینتر و همین سن هست. بله. لذا با علاقه به مادرش مثلا پستان مادره میگیره. بله. اما وقتی بزرگ شد خجالت میکشه. اصلا نمیخوره. بله. مسئله ازدواج هم همین طوریه، مسئله تحصیل هم همین طوریه. بله. آدم باید هر کاری را به زمان خودش انجام بده. بله. هر چیزی را برای زمان خودش، شب برای خوابه. بله. روز برای کاره. بله. دیگه اگر تو شب نشینی کنی و روز بخوابی از همه کارات میمونه. بله. یا روز را مثلا به اصطلاح به بتالت بگذرانی دیگه حتما به جای نمیرسی. بله. پس بنابراین از تمام اوقات باید همونطوری که پیغمبر فرمود وقت هر چیز را غنیمت بدان آدم و به آرزوهای دور و دراز. بله. این مسائل شرعی را آدم از بین نبره. حالا همینجا استفاده بکنیم چون میخواییم بحثا بیشتر کاربردی بشه برای عزیزانی که مخصوصا در کشورهای غیر اسلامی هست.
و پیام ما بر اونا بیشتر باشه. البته خب این یک فرهنگ شده که فرهنگ جهانی شده دیگه همه کشورها. خب بعضیا خیلی به زحمت به حساب که خانواده ها رویشان فشار میارن اینا ازدواج میکنن، مثلا در سنهای بالا همینطور که شما فرمودین، اون ازدواج هم ازدواج خیلی ثمر بخشی نیست، بعدا آمار طلاق هم خیلی بالا رفته و بعضا بعضی از مؤمنین هم حتی ما دیدیم که بعد از 4 سال 5 سال 6 سال حتی بچه نمیاره. یعنی بعضی از خانواده ها بر ما پیش ما شکایت کرده که خب پسر ما یا دختر ما ازدواج کرده، تحصیلاتشون هم تمام کرده، هر دوتایشون هم کار میکنه، ما میگیم مثلا خب شما چرا بچه نمیارین؟ میگه هنوز زود هست، یعنی ما باید یک خانه را کاملا به اصطلاح خودشان پی آف بکنیم، یعنی تمام پولش را بتیم، زندگی درست کنیم دیگه کنیم، بعد بچه به دنیا بیاریم. خب حالا یک چیز هم که شما بیشتر میدن باید دیگه حوصله تمام میشه 45 سال. این بحث فرزند آوری رو هم شما اگر بگید، مخصوصا در کشورهای غیر اسلامی که اونجا خب هر چقدر آمار مسلمان ها و پیروان اهل بیت باشد به اصطلاح، اینا رو شما کوتاه اگر در این باره هم بحث بکنید. خدمت شما شو که اصلا ثمره ازدواج اولاد داشتن، اولاد داشتن تجربه. بله، یعنی در موضوع ازدواج چند مسئله مد نظر گرفته شد. بله. اولا روایت داره که اگر کسی ازدواج کنه خداوند فقرش از بین میبره. فقر از بین میبره. روزی هر کس خود خدا میده. بله. و ثانیاً برای مسئله ازدواج مسئله اولاده. مولاد اولاد صالح آدم داشته باشه. بله. اولادی که بتونه آدم به اصطلاح او را ثمره زندگی خود بدانه. بله. و هر چی زودتر یک زن و مرد ازدواج کنه علاقه بینشون بیشتر بیشتر میشه، چون این اولاد یک حلقه وصل بین پدر و مادر. لذا شما میبینید اکثر طلاق ها در وقتی است که اینا هیچ اولادی چیزی ندارن، خب راحت ها او طرف میره او طرف. بله. اما اگر اولادی به دنیا آمد، فرزندی به دنیا آمد، دیگه این حلقه بینشان بیشتر میشه. بیشتر. بنابراین اولاد آوری و فرزند آوری تأکید شده در اسلام. بله. پیامبر اکرم می‌فرماید که ازدواج کنید و توالد و تناسل کنید. بله. یعنی بچه بیارید، چون من با بچه های شما در قیامت مباهات میکنم. تاجو می‌فرمایید. بنابراین آدم بچه بیاره به امید خدا و از خدا بخواد که همه کاراش درست کنه. همه چیز آقای بختیاری به واسطه این که من بخوام به اصطلاح برنامه ریزی کنم درست نمیشه. خیلی چیزها رو ما برنامه ریزی میکنیم اما میبینیم که برعکس جواب میده. بله. تا جو فرمون. بله. برنامه ریزی لازمه، اما بعد از برنامه ریزی توکل به خدا، برنامه ریزی بر اساس عقل و دین. دین. بله. عقل و دین، نه برنامه ریزی هایی که هیچ مثلا عقلانیت نداره. میگن برنامه ریزی بکن، اما برنامه ریزی عقلی و دینی بر اساس عقل و بر اساس دین. بله. آخرین نکته که از این پیام میخواییم استفاده کنیم این هست که بحث آرزوهای طولانی یا رؤیا پردازی به یک نحوه، خب یکی ما اهداف داریم، اهداف واقعی که ما قدم به قدم دنبال رو اون هستیم، یکی آرزوست به حساب آرزوهای طولانی و رؤیایی. خب خیلی ها نظر به این رسانه ها که هست، فیلم ها که هست، سریال ها هست، همه میخواهند که همونطور زندگی های تشکیل بدن و ثمره این رؤیا پردازی این میشه که از خانواده ها مثلا به خانواده هاشان نرسن، مخصوصا در اون کشورهایی که ما زندگی میکنیم ساعت های کاری مثلا خیلی طولانی برای رسیدن مثلا به خانه های مجلل یا ماشین های مجلل 12 ساعت 15 ساعت. همین وقتی که ما میامدیم از سیدنی قبل از آمدن من دو تا جوان را
ما در یک روز دفن کردیم. از افغانستان و حسابونه که در سیدنی هستن اکثرا میدانن که ما اشاره میکنیم و علتشان به اصطلاح بیان کردن، اون چیزی که به اصطلاح گفتن این بوده که جوانهای خیلی مؤمن متدین خوب، یعنی در دوره بر 35 سال اینها بودن، ولی علتشان خیلی فشار آوردن روی خودشان. و حالا ما اون دو تا جوان رو نمیگیم، بعضی از جوان ها حتی به خاطر این رؤیا پردازی در یک قسم قرص های رو مصرف میکنن که انرژیزاست، مثلا در 12 ساعت 14 ساعت اصلا چیز رو احساس نمیکنه و شدید کار میکنه و بعدا به اصطلاح دیگه کلن از اون یک رخوت به اصطلاح به وجود میاد که روی قلبش، روی تمام اعضای وجودش تأثیر میگذاره. در حالی که شما میدونن، خب حالا ما این کشورها رو نمیگیم، اون کشورها خب حداقل زندگی برای همه فراهم هست، ولی این زیاده خواهی به اصطلاح باعث میشه که هم از خانواده ها دور بشن، هم بچه ها بعضا خانواده رو نبینن، پدر رو نبینن و همینطوری از لحاظ جسمی هم به اصطلاح چی هست. بله. این رؤیا پردازی به اصطلاح شما ببینید آقا، خدمتتون عرض شد که مسئله رؤیا پردازی و توقعات بیجا آثار خیلی سویی داره. اول آثار اثرش اینه که علقه محبت بین زن و شوهر، بله، بین اولاد و خانواده از بین میره. بله. شما یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، ده روز بچه‌تون رو نبینید، باش تماس نداشته باشید، کم کم محبتش از دلتون میره. محبت که از دل رفت، هم از بچه محبتش از دل پدر و مادر میده، هم پدر و مادر محبتش از دل از بچه. بله. محبت که از بین رفت دیگه احساس بیگانگی و جدایی آدم میکنه. بله. و این در آینده خطرناکه. چرا؟ بله. چون انسان هر چی باشه و هر کجا برسه احتیاج به رفیق، به مونس، به همدم داره. بله. گذشته از همسر آدم که رفیق آدم، مونس آدم، همدم آدم هست، آدم خوب میخواد با پدرش، مادرش، دوستش، بله، اقوامش، اقاربش رابطه داشته باشه. بله. اینا رو که نداشته باشه مجبور میشه با افراد بیگانه ای که با اونها هیچ شناختی نسبت به اونها نداره ارتباط برقرار کنه. و همین ارتباطات است که اکثرا منجر به خیلی کارهای خلاف میشه. توجه فرمودید. پس بنابراین آدم باید در چارچوب زندگی برای هر چی یه برنامه داشته باشه. بله. امیرالمومنین علیه السلام در یک روایتی ظاهرن، بله، میگه 24 ساعت زندگی تا تقسیم یک مقدارش بر خواب بسات، بله، یک مقدارش برای غذا خوردن و برای عبادت بسات، یک مقدارش برای تحصیل علم بسات. این او کسایی که تحصیلاتش تمام شده به مرحله بالا رسیدن بازم اونا نیاز دارن به اینکه یک چیزایی رو بیاموزن، بله، برای تحصیل علم بسات. بله. و یک مقدارش برای لذت بردن از زندگی بذار، بله، از لذایذ شرعی زندگی لذت ببر، بله، و یک مقدارش را برای رفت و آمد با دوستان توجه فهمیدید. بله. پس زندگی این نیست که انسان همش خود را درگیر کنه برای دنیا و بعد هم وقتی که از بین رفت، مثل همون جوانایی که شما مثال زدید، آلو بعدش اگر میلیارد ها پولم داشته باشه دیگه فایده، بله، نداره. هیچ فایده نداره. بله. بهترین ماشین هم داشته باشه دیگه فایده نداره. بله. بهترین خانه هم داشته باشه فایده نداره. آدم کوشش کنه. ببینید آقای بختیاری، مسئله چشم و همچشمی خیلی شدیده. بله. این یک راه داره که آدم میتونه حلش کنه. بله. و اون راه اینه که انسان خودش تو این مسیر قرار نده. بله. اگرم فرضاً او رو دیدی که یک ماشین خیلی لوکس داره، دیگه تو توقعی او رو نداشت که ما تو یک ماشین داشته. بله.
ماشین برای اینه که تو رو از یک جایی به یک جایی برسن. بله. حالا چی ماشین پیکان، چی ماشین آخرین سیستم. بله. توجه فهمید. بله. خانم برای اینه که تو بتونی یک سرپناهی داشته باشی، زن و بچه درش راحت باشه. بله. حالا چی در فلان شهر اروپا ویلا داشته باشی، چی نداشته باشی. بله. توجه فرمودید. بله. آدم باید از چشم همچشمی بگذره. بله. این چشم همچشمی بزرگترین خطر است برای اینکه انسان را از زندگی آرام دور میکنه. شما شب تا به صبح دیگه ناراحتی. بله. ببینید اگر مسئله به اصطلاح چشم همچشمی داشته باشه، خب آدم باید به شوهرش هم، یعنی به شوهر مردم هم چشم همچشمی داشته باشه. بله. یک زن بگه خوب شوهر از اون چقدر چطوره، چیه، چی از من نیست. بله. خانم اون آقا چطوره، چیه، از من نیست. بله. او پیر ای پیر شده، او جوان مون. بله. خب اینا بعضی چیزایی که از دست دادن خارجه، اینا هیچ کس به دست نمیاد. بله. پس بنابراین چشم و همچشمی اگر آدم کنار بذاره، مگر در حد معقول. بله. هر چیز معقول. معقول. خدا با انسان عقل داده برای اینکه انسان زندگیش بر اساس عقل اداره کنه. بله. در دنیای مصرفی امروز برای این که ازدیاد ثروت بعضی ها آمدن خیلی مسائل را اینا ایجاد کردن. بله. من جمعه چشم هم چشمی را ایجاد. بله. کردن. او در موقع عروسیش در فلان تالار مجلس گرفت، منم باید اونجا بگیرم. بله. خب این برای چیه؟ برای که اون تالاریه ای که به اصلا خیلی قشنگ و زیباست، او با پول بیشتره برسه. بله. فلانی در لباس در عروسیش فلان لباس خیلی شیک اروپایی رو پوشیده بود، پس من باید بپوشم. بله. خب این برای همونه که اون آقا با پول برسه. بله. و الا چیز دیگری نیست. بله. مثلا میگن یک شاخه گل را در همین ایران یک کسی پدرش فوت کرده بود بنده خدا، میگفت که ما مجبور شدیم که برای سر جنازه شاخه گل بذاریم. خب چی واجب شاخه؟ بله. گل مگر شاخه گل با قبر به اون میرن؟ بله. شاخه گل مگر بر از او چی میده؟ بله. هیچی نمیده. بله. میگفت هر شاخه گل را ما 20,000 تومان خریدیم. آه بله. خب اگر 100 تا شاخه گل داشته باشه 2,000,000. 2,000,000 تومان. بله. توجه فرمودید. الان که این شاخه گل بعد از 3 روز 4 روز میپوسه، شما دورش میندازید. بله. این چیزا چیزایی است که اصلاً اثرم نداره. حالا سر قبر اون آقا شاخه گل باشه یا نباشه؟ نباشه. بله. چی تاثیر داره؟ بله. در پیشروی جنازه شاخه گل باشه یا نباشه؟ نباشه. یا ما برای جنازه پدرمان نمیدونم تابوت فلان قسمی سفارش حتی داری. بعد مرده چشم چشم. ولی او چی تأثیر داره؟ بله. برای میت؟ بله. او میت است و عملش. بله. شما همون پول تابوت برای میت بدید روزه بگیرن. بله. بدید نماز بخونن. نماز بخونن. بدید قرآن بخونن. بله. خبر برای میت خیرات کنید. خیرات. که اثر داشته باشه. بله. توجه فرمودید. بله. یا تمام ببینید تمام همین زحمت هایی که برای عروسی ها میکشن، تمامش برای 5 ساعت یا 6 ساعت شب عروسی. بله. همه زحمت های تمام اطرافیان برای اینه که 5 ساعت در تالار اینا به اصطلاح عروس و داماد دست به دست میدن و بعد هر کلام خانی خود. بله. بدون اغراق خستگیش برای دیگران میدن. بله. بله. این چشم و همچشمی ها چیز خیلی بد. بله. خطرناکی است که انسان از همه زندگی ها مندست. بله. همینجا ما مثال های عینیش عرض بکنیم. اتفاقا امو آخرین منبره که ما در سیدنی رفتیم در جمع از مؤمنین، خب ما یک مقدار جدیتر صحبت کردیم، شوخی هم کردیم، گفتیم شاید ما دیگه بر نگردیم، با اون خاطر حقایق هم میگیم. مثلا در همون مجلسی که ما بودیم اتفاقا از یک قوم و فامیل بود، خب چون یک محدودیت های کرونا بود، بعضا کسایی که در افغانستان اینا هم فوت شده بود همینطوری مانده بود فاتحه‌هایشان. وقتی که محدودیت رفع شد یک مقدار دیگه پشت سر هم فاتحه گرفته می شد که مثلا فلانی در افغانستان مرده، فلانی. از یک قوم مثلا شب هم فاتحه بود بر مثلا احمد،
بعد ظهرشه به حساب به همون قوم محمود، اینایی که در افغانستان فوت کردن مثلا 4 ماه پیش، 5 ماه، باز شب دیگه شام همینطوری، یعنی یک شنبه از شنبه یک قوم کلا از یک قوم بند. بعد ما همونجا صحبت کردیم، بعضی از مؤمنین دیگه هم از اقوام از اونها از شهرهای دور استرالیا، استرالیا خب شما تشریف بردن خیلی، مثلا مثل حدیث که از یک قاره به قاره دیگه انسان میره، از یک کشور به کشور دیگه، از شهرهای دور شما آمده بودن، اونا هتل گرفته بودن، نشسته بودن. ما اونجا صحبت کردیم که چرا اینقدر تکلف. خب همین هر فاتحه هم حدود $10,000 که ما از خودشان سوال کردیم مصرف شده بود، که گفتم یک شنبه و یک شنبه مثلا جوانها داره که میخواد که با کنار خانواده باشه، ایرام شما مادار و مجبور کردین که هم شب شنبه بیاید، هم روز یک شنبه، هم شام یک شنبه. خب بعد حدود $30,000 هم همه منتظر که کی ای فاتحه، و فاتحه هم طولانی که خیلی، یعنی چون بحث زیاد هست ما نمیخوایم وقت بگیریم، حدود مثلا شما فکر کنید مکه خیلی ناراحت شد، از اون مثلا ساعت 2 قرآن خوانی شروع شد تا ساعت 5:30 که اذان شد، یعنی تقریبا 3.5 ساعت. ما گفته بودیم سخنرانی ما رو بگذار قبل از اذان که نماز خواندیم دیگه تمام شد مراسم. این بعد از اذان شد و نماز شد، بعد از سخنرانی ما گفتیم بودیم دیگه این خیلی به حساب مثلا بله اصلا بعضی کارا جناب آقای بختیاری اصلا خلاف شرعه. بله آدم وقت مردم بگیر، وقت مردم، بله وقت مردم گرفتن، آدم مردم به رو درواسی بندازه که باید حتما شرکت کنه. بله اینا خلاف شرعه، اون در دلش نمیخواد، به قول شما یک روز داره میخواد به کارهای زندگی خودش برسه. بله. شما او رو به رو درواسی بندازی که باید اگر هم نیاد گله کن که بله. چرا نامدی ما. بله. یک فاتحه داشتیم نامدی، یا او بندگان خدا که از شهرهای دور آمدن و پول خرج کرد، اینا هیچ کدام مجوز شرعی بله. نداره. بله. یا مثلا همونجا عرض کردیم مثلا بعضی از همین چشمی حالا شما آیفون 12 اون وقت مود شده بود که حدود نمیدونم $3,000 چقدر، برای یک پیرمرد ها و پیرزن هایی که حتی اونها درست یک اوکی نمیتونیست، یعنی یک موبایل $20 بر اونها کافی است، ولی همین چشمی چون پدر از او یا مادر بزرگ از او مثلا آیفون 12 داره این هم داشته باید، حال که او بدل یک کسی کارهای خیلی بالای حرفه‌ای انجام میده. خب این بحث ها زیاد هست دیگه آجا، همین یک فراز دیگه شما تکمیلی این بحث هست، انشالله در خدمت شما باشیم، بعد انشالله بریم سراغ بحث دیگه. بعد می فرمایی یا ابازر کم من مستقبل یوما لا یستکمله و منتظر غدا لا یبلغه. چقدر کسانی هستند که در آرزوی فردایی هستند ولی به فردا نمیرسند. بله. چقدر کسانی هستند که آرزو دارند که امروز را به شام برسانند ولی به شام نمیرسانند. یعنی چی؟ یعنی باید خلاصه کار هر روز و هر ساعت را همون موقع انجام. تو نماز نمیخونی، میگه باشه حالا هنوز که زوده، خیلی خوب حالا اول وقت نشد پسان میخوریم، ساعت 4 میخوریم. بله. یه مطلب هم دیدی ساعت 4 یک مشکل برات پیدا شد. بله. نتونستی نماز بخونی، یا مثلا نتونستی وضو بگیری. بله. خب اینا همش خلاف شده. خلاف شده. لذا میگن که نماز اول وقت سبب رضایت خداست. بله. و نماز آخر وقت موجب بخشش خداست. یعنی چی؟ یعنی اگر تو نماز رو در آخر وقت بخوانی گناه کردی. بله. ولی خدا میبخشید. بله. اما اگر نماز اول وقت بخوانی ثواب کردی. بله. و رضایت خداست. بله. یا من امسال مکه نمیرم، بعضی ها متاسفانه اینطوری نای بله. بختیاری منم خیلی دیدم، آقا الان ما مکه نمیریم، چرا؟ چون مکه را نگاه کردنش سخته. بله. نگاه کردن یعنی چی؟ بله. مسئله واجب انجام بده، واجب انجام. حالا بعدش هم اگر تونستی خودت کوشش کن گناه نکن، حالا اگر هم شیطان گول زد دیگه. بله. او ربط به مکه نداره. بله. پس نماز نخون بگو باشه، چون نماز خواندن باید نماز نگه داریم، پس شما
چند سال نماز نخوان باز در آخر سال بله که نمیشه. بله. مکه تو الان مستطیستی واجبه بری، واجبه بری بله. دیگه مکه رو باید نگه بداری. بله مکه رو هیچ نگه نداری. بله تاجو فرمودی بله. واجبه باید انجام بدی. بله بله نماز همچنین، روزه همچنین، قضایی روزه رو داره. خیلی خوب حال باشه، بعد تا یک وقت انشالله میگیریم باشه. بله. باز اون وقت هم اصلا نمیرسه، یا مریض میشه یا گرفتاری پیدا میکنه، اصلا قدرت گرفتن هم روزه رو دیگه نداره. بسیار عالی. خب آجا، چون یک مقدار بحث طولانی شد، میخواییم که در قسمت دوم برنامه در خدمت شما باشیم، چون صبح هم صبح جمعه است و معلوم هم نیست که خداوند این توفیق را باز دوباره بر بنده عطا بفرماید که در شهر مقدس قم در خدمت شما همچین صبح جمعه باشیم، یک یادگاری داشته باشیم از شما در بحث مهدویت انشاءالله. ببینید جناب آقای بختیاری، در جلسه اول عرض کردم که خداوند پیامبر را برای هدایت مردم فرستاد. بله. دین را برای هدایت مردم فرستاد. بله. نه هم هدایت دنیای مردم، هم هدایت آخرتی. آخرتی. پیامبر از دنیا رفت. بله. چون انسان محدود باید از دنیا بره. بله. وقتی که از دنیا رفت باید یک کسی را به عنوان جانشین داشته باشه. بله. شما برای دو روز، پنج روز، ده روز که مسافرت میکنی، پسرت یا یک کس دیگه که به اصطلاح بهش اعتماد داری به عنوان سرپرست کارایت میگذاری. بله. تو خودت میگذاری، نه که مردم بیان برای تو سرپرست. بله. و جانشین انتخاب کنن. بله. رئیس دانشگاه وقتی که از دانشگاه میره، خودش یک کسی به عنوان معاون خود قرار میده. بله. نه که دانشجویا بیاد بعد از مرگ او دانشجویا بیاین جمع شون بگن خب کی بیاید برای عوض ای استاد برای ما اینجا استادی کنه. بله. ای اصلا خلاف عقله. بله. هیچ کسی کار نمیکنه. پیامبران به مراحل مختلف، به صورتهای مختلف ائمه بعد از خودش را معرفی کرد. بله. حتی همینجا خدمتتون عرض شده که یه روایتی داره که اهل تسنن و تشیع همه او را نقل کردن. بله. همه. بله. حتی آقایون وهابی ها. بله. حالا بهتون میگم. و اون عبارت از این است که پیامبر فرمود که بعد از من 12 امیر. بله. یا به اختلاف روایت 12 خلیفه. خلیفه یا 12 امام. بله. سرپرستی این امت دارن. بله. این همه نقل کردن. بله. بعد اون این روایت را که اهل سنت نقل میکنند، بعد میگه که اون آقایی که روایت نقل کرده میگه در همون موقع بعد از این روایت سر و صدا شد، حرف پیامبر به گوش من خوب نرسید. درست. به پدرم گفتم پیامبر چی گفت بعدش؟ فرمود که همشون قریشی هستن. یعنی 12 نفر همشون از قریش هستن. اما در روایات ما چیه؟ بله. میگه در روایات ما اینه که همشون هاشمی هستن. یعنی اون درست نشنیده شد. نه نه. آه. اصلا این ساختن. ساختن. آه. که سر و صدا شد، چطور شد، چی کار. بله. شد، یعنی چی؟ همه هاشمی هم. همه هاشمی هم. برای این که خب معاویه که هاشمی نبود. بله. یزید که هاشمی نبود. بله. مروان ابن حکم که هاشمی نبود. بله. برای که بتونن مسئله را لوسش کنن، اما بله اونا قریشی بود. قریشی بود. آمدن عوض هاشمی قریشی ساختن. قریشی ساختن. این روایت را همه نقل کرد. همه نقل که 12 نفر. بله. بعد از من هستند. در این 12 نفر اهل سنت، برادران اهل سنت ما موندن. بله. کی کیا هستند؟ کیا هستند؟ اگر خلفای بنی امیه تا خلفای بنی عباس، خلفای تا آخر بنی عباس بسنجی که در اون 200 نفر میشه. بله.
12 نفر کیان آمدن؟ گفتن خب 4 تاش که معلومه، بله خلفای راشده و اسلام، بله 4 نفر. بعد میگن بعد آمدن برشون گفتن که بعدش امام حسن. امام حسن بعضیا امام حسن هم نگفتن، بله گفتن بعد از خلفای راشده معاویه، بله بعد نگفتن نگفتن نگفتن، بعد میگن عمر ابن عبدالعزیز، بله این چند نفر بود؟ چند نفر واسه. بعد آمدن گفتن که بعد از اینام چند نفرشون از چیز خلفای بنی العباس، بنی العباس و همه بالاتفاق میگن آخرین امام 12 آخرین امام حضرت مهدی است. عبدالله بن باز مفتی عربستان سعودی، بله. این روایت نمیتونه این کار کنه، بله. و هم این اشکال داره که مگر میشه این 12 نفر که پیامبر گفته یکی در سال مثلا 40 هجری باشه، یکی در سال 100 هجری باشه، یکی در سال 200 هجری باشه، که عقل قبول نمیتونه، بله. آمده چی میگه؟ میگه که خلفای راشده، بله او امام حسن نمیگه، بله بعد میگه معاویه، بله یزید، یزید بعد مروان ابن حکم نمیگه، عبدالملک ابن مروان، کی 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 تا با عمر ابن عبدالعزیز، میگه 12 عمر ابن عبدالعزیز. پس این روایت مسلمه، بله توجه فرمودید، بله. ما چی میگیم؟ میگیم بعد از پیامبر اکرم امیر المومنین، بله بود، بعد امام حسن امام حسین همینطور تا میرسه به حضرت عسکری علیه السلام، بعدش هم حضرت مهدی، بله. ببینید یک نکته ای که من اینجا خدمتتون عرض کنم، شیعه نمیگه که خلفا 3 خلیفه ای که خلیفه شدن اینا خلیفه نبودن، نه اینا رو مردم انتخاب کردن، بله یک واقعیته، بله چی قبول کنیم چی نکنیم اینا رو مردم انتخاب کردن، انتخاب. 3 خلیفه مردم انتخاب کردن واقعیتیست، اما اینا خلیفه پیامبر بودند یا خلیفه از طرف مردم؟ بله بله پیامبر میگه 12 امام یا امیر بعد من، بله که من اونا رو انتخاب من کنم، من انتخاب کنم، بله نه که شما بید انتخاب کنید، بله. خب الان اگه اونطوری باشه انتخاب مردم باشه، الان همه مردم رئیس های جمهور انتخاب میکنن، انتخاب میکنن، بله نمی کنن؟ بله پس باید همه رئیس های جمهور امام باشن، نعوذ بله. یا در زمان شاهی خب هر پادشاهی که میامد مردم با او بیعت میکردن، بله پس عبدالرحمن هم باید امام باشه، عبدالرحمن خان، بله ظاهرشان باید امام باشه، امام باشه. داوود هم باید امام باشه، بله. نعوذ بالله ترکی و امین و اینا هم بله. عقل قبوله، بله توجه فرمودید، خلفا بله مردم انتخابش کردن مثل استاندار میمونه، بله اما امام کیه؟ امام کسی است که به اصطلاح حافظ دین و دنیای مردم، بله و امور معنوی مردم، امور معنوی. لذا آلوسی که از علمای بزرگ اهل سنت میگه که همیشه رهبر معنوی مردم از اهل بیت بوده، بله این کلمه را داره، بله. یا ابن حجر هیستمی مکی که از علمای بزرگ اهل سنت در سوابق محرقه میگه که همیشه رهبر معنوی مردم قطب مردم، بله. به اصطلاح صوفیه ها قطب اولیا از اهل بیت، از اهل بیت، توجه فرمودید، بله. پس امام با خلیفه دوتاست، بله. خلیفه یعنی حاکم، حاکم. یزید هم حاکم بود، خب خلیفه سوم هم حاکم بود، بله. همونطور که مفتی اعظم سعودی یزید هم جزء امرا و خلفا میدونه، بله تعجب فهمید؟ بله. وام حاکم بود، وام حاکم بود. بله. هارون الرشیدی که امام کاظم را کشت، بله.
هم حاکم بود، بله، خلفای دیگه هم حاکم بود. آه. توجه فرمودید؟ بله. مأمونی که به قول خود اهل سنت امام رضا را زهر داد شهید کرد، آه. هم حاکم بود دیگر هم حاکم بود. پس خلافت و امارت و امامت با هم فرق دارد. بله. یک اشتباه کلی که شده اینه که هر سه اینا رو یکی گرفتن. یک امارت یعنی چی؟ یعنی کسی که امیره، امیره، رهبره، بله، بزرگه. لذا شما در صدر اسلام امیر المؤمنین زمان ابوبکر نداشتید. بله. کسی ابوبکر را امیر المؤمنین نمی کرد. بله. امیر المؤمنین از زمان خلیفه دوم پیدا شد. خلیفه اول جناب ابوبکر را میگفتن خلیفه رسول الله. لقبش هم بود. بله. بعد از او که خلیفه دوم آمد او رو میگفتن خلیفه تو خلیفت رسول الله. بله. نمیفتن خلیفه تو رسول الله. بله. خلیفه تو خلیفت رسول الله. جانشین جانشین پیامبر. بله. بله. دیدن خیلی طولانی میشه خلیفه سوم بیاد بگه خلیفه تو خلیفه تو خلیفه رسول الله. چهارمش همین تو پنجم. خیلی عجیبه. یه آقای آمد گفت آقا ما مؤمنین هستیم. مؤمنیم. بله. همه مسلمان ها. شما هم رهبر ما هستید، امیر ما هستید، پس شما امیر المومنین. بله. لذا کلمه امیر المومنین از زمان عمر ابن الخطاب خلیفه دوم پیداشت. به یزید هم میگن امیر المومنین. بله. به معاویه هم میگن. به مروان ابن حکم هم میگن. بله. توجه فرمودید؟ نه تنها به این، به عبید الله ابن زیاد هم میگن امیر. چون رهبر مؤمنین بوده. بله. پس امیر خلیفه نیست. خلیفه نیست. بله. خلیفه پیامبر نیست. معنای امیر. بله. هر کسی که رهبریت یک طایفه را داشته باشه میشه امیر. بله. امیر حج. بله. امیر الحاج. امیر الحاج. بله. یا خدمت شما عرض کنم در جنگ پیامبر یک کس را مفرستاد برای جنگ، یک کس را امیر قرار میده. بله. رهبرشون قرار بود. پس بله. امیر غیر این است. بله. و یکی هم خلیفه داریم. بله. خلیفه یعنی جانشین. جانشین. خب طبعا جانشین رو باید خود آدم انتخاب. خود آدم انتخاب. جانشین رسول الله. بله. یعنی پیامبر آمده این جانشین قرار. بله. حالا ما کار نداریم. امت آمدن به قول برادران اهل سنت خلیفه اول رو به عنوان جانشین قرار. خلیفه است. بله. اما امام نیست. امام. لذا شما به ابوبکر هیچ وقت نمیگین امام ابوبکر. بله. به عمر نمیگین امام عمر. بله. به عثمان هم نمیگین امام عثمان. بله. اما به حضرت علی میگین امام علی. امام علی. به معاویه نمیگید امام معاویه. به یزید نمیگید امام. بله. یزید. به هارون الرشید نمیگید امام هارون. بله. درست؟ بله. بله. پس امام اینه. انتهای امام دو تا دو سه معنا داره. امام یعنی پیشوا. پیشوا. یک پیشوای مذهبیه. بله. مثل امام ابو حنیفه، امام. بله. مالک، امام شافعی، کیکی و پیشوای یک کار خیر مثل. بله. امام جماعت. امام جماعت. بله. و یک امام داریم با عنوان رهبر و پیشوای دینی. دینی. که این عطیه خداست. عطیه خداست. خدا به هر کس خواست میده. بله. فرمود که ابراهیم ما تو را بعد از این که نبی شدی، بعد از این که خلیل شدی، ما تو را امام قرار دادیم. بله. یعنی چی؟ یعنی امامت من خدا به تو دادم. اینی جایلو کلناسه امام. اینی جایلو کلناسه امام. قال و من ذریتی. بله. این امامت ارثیه. بله. به فرزندان ما میرسه. فرمود لا ینال و عهدی از ظالم. بله. و این معلومه دیگه. بله. عهد من به ظالم نمیرسه. بله. هر کس من بخوام میده. لذا امامت خردی و کلانی نداره. بله. بچه اول و دوم و سوم نداره. بله. در بعد از سید الشهدا پسر اول امام حسین حضرت علی اکبر امام نشد. بله. امام سجاد امام. امام سجاد امام. حضرت صادق یک برادری داشت
پسری داشت به نام علی ابن جعفر که بعضی میگن قبرش در قومه. علی ابن جعفر معروف. خیلی مرد بزرگوار بود. بعد از امام صادق امام کاظم امام شد، علی ابن جعفر نشد. بعد از او امام رضا امام شد. علی ابن جعفر با اینکه زنده بود نشد. بعد از او امام جواد امام شد، 9 ساله بود. علی ابن جعفر که عموی پدرش بود نشد. پس این دست به سن ربط نداره. یا بعد از امام هادی حضرت سید محمد که بزرگتر از امام عسکری بود امام نشد. بله. امام عسکری امام. امامت و نبوت عطیه خداست. بله. خدا به هر کس بخواد میده. بسیاره. کوچیکی و بزرگی هم نداره. بله. حضرت عیسی در گهواره در بغل مادرش پیغمبر شد. بله. فرمود که اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. بله. من خدا در امی که در بغل مادرم هستم پیامبر قرار داده. حال تو عجب، این پیامبری که دور کرد نماز نخونده. بله. این پیامبری که یک روز روزه نگرفته. بله. این چی پیامبر؟ بله. لبت به اون حضرت یحیی. بله. پیامبر شد در حالی که بالغ نشد. بله. توجه فرمودید. بله. امام زمان هم همینطور. بله. بعد از رحلت پدرش در سال حضرت مهدی در سال 255 هجری به دنیا آمد. سال 260 هجری حضرت عسکری از دنیا رفت. بله. حضرت مهدی 5 ساله بود. 5 ساله بود. و عجیب ترش هم اینا جناب های بختیاری، بعضی از علمای بزرگ اهل سنت معتقدند که حضرت مهدی متولد شده. آه. مثل گنجی شافعی. بله. یک کتاب داره به نام البیان فی اخبار مهدی صاحب الزمان. بله. یا آقای برزنجی. بله. آقای شعرانی در الیواقید والجواهر، ابن عربی در فتوحات و خیلی علمای دیگر، اینا معتقدند که حضرت مهدی به دنیا آمده و الان در عالم غیبت. حضرت مهدی که در عالم غیبت هست، میدونیم دو تا غیبت داشت حضرت مهدی. یکی غیبت صغرا، یکی غیبت کبرا. غیبت صغرا 70 سال در حدود تقریبا طول کشید. بله. که چند نفر از نواب اونا رابطه داشتن با حضرت مهدی. بله. ارتباط داشتن. حالا کار نداریم که غیبت صغرا چرا اتفاق افتاد، بعدش چرا غیبت کبرا اتفاق افتاد، اینا طولانی میشه. بله. بعد از غیبت صغرا ائمه علیهم الصلاه و السلام علما و مجتهدین شیعه را به عنوان نائب عام انتخاب کردند. بله. توجه فرمودید که فرمودند ان و اما فی الحوادث الواقعه، بعد از این چیزهایی که اتفاق میفته شما باید به روات احادیث ما رجوع کنید. فانهم حجتی علیکم. بله. و نه حجت الله علیهم. بله. یا یونس ابن عبدالرحمن، چیز یونس ابن عبدالرحمن زایدن، یکی از کسای دیگه است، از حضرت سوال میکنه، میگه که آقا وقتی من به شما دسترسی ندارم به کی مراجعه کنم؟ میگه به فلان آقا، مثلا به زکریا ابن آدم. بله. پس مجتهدین را خود ائمه. بله. قرار دادن به عنوان این که ما به اونا مراجعه کنیم و از این جهت میگیم تقلید واجبه. تقلید واجبه. و از این جهت میگیم وجوهات سهم امام و خمس که در زمان ائمه به ائمه داده میشد که بله. اونا باید به سرپرستی مردم میکردن چی میکردن چی میکردن، الان باید به دست مجتهد داده بشه.
یا وکیل مجتهد. بله. اگر مجتهد اجازه داد که آقا مردم استرالیا شما خودتون میتونید وجوهاتتون مثلا به مواردش مصرف کنید، خب میکنید. بله. اگر نداد باید به مجتهد بدید. خیلی عالی. توجه فرمودید؟ بسیار عالی. پس حضرت مهدی الان زنده است. بله. و حاضر است. بله. و بارها فرموده که من شما را فراموش نمی کنم. بله. شما را تنها نمیگذارم. بله. اگر من شما را فراموش کنم و تنها بگذارم، دشمن شما را تکه پاره می کنم. بله. و ما باید همیشه توسل به حضرت مهدی داشته باشیم. برادران باید کوشش کنن هر روز یه مرتبه، یا صبح بعد از نماز صبح مخصوصا خیلی بهتره، دعای عهد بخونن. بله. دعای عهد در تمام کتاب‌های مفاتیح و دعاها هست. بله. دعای عهد بخونن یا اقلا اون سلامی رو که هر روز صبح آدم بهش امام زمان سلام میکنه. بله. اون رو باید بخونه. خیلی عالی. توجه فرمودید؟ و همون طوری که برای خودتون و برای خانوادهتون دعا میکنید، برای فرج امام زمان هم دعا کنید. امام زمان بدون خدا هیچی نیست. همه چیز خداست. بله. بعدش پیامبره. بله. بعدش امامه. بله. لذا ظهور امام زمان دست خداست. بله. حیات امام زمان دست خداست. مرگش هم دست خداست مثل پیامبر. بله. ما که دعا میکنیم که اللهم عجل لولیک الفرج، یعنی خدایا فرج امام زمان رو برسان. برسان. پس باز به دست اوست. بله. باید دعا کنیم برای امام زمان، صدقه برای امام زمان بدیم و همیشه باید دعای عهد انشاءالله بخوانیم. خیلی عالی شد. انشاءالله که این توصیه شما، من چند سال قبل هم که در همینجا خدمت شما مشرف شدیم، شما یک تعداد زیاد، شاید چند صد برگ از دعای عهد را برای بنده دادید. بنده در مساجد حسینیه ها و اینای استرالیا الحمد. تقسیم کردیم و این را هم عرض کردیم که یادگار از شما هست و الحمدلله که مؤمنین پیگیر هستن این مباحث را. فقط به عنوان نکته آخر که چون ما در اینجا عنوانم گذاشته بودیم، اگر نه این را مطرح نمی کردیم، یک سوال آخری در بحث احکام که راه پیدا کردن مجتهد اعلم چی هست، مثلا مخصوصا برای اونهایی که در کشورهای غیر اسلامی هستن، حالا از کجا بدانن که کدام مجتهد اعلم هست، یا بر مجتهدی که خودشان مثلا همینطوری تمایل پیدا کردن میتونن تقلید بکنن؟ بله. واسه من یک جناب آقای بختیاری یک مسئله عقلیه. بله. شما خودتون پزشک نیستید مثلا. بله. بله. یا اکثر ما پزشک نیستیم. بله. وقتی مریض بشیم از کجا میفهمیم که فلان دکتر خیلی خوب؟ بله. دایش چی؟ بله. رایش اینو میریم از کسایی که تجربه دارن، میدانن، میشناسن سوال میکنیم. بله. میگم آقا کدام دکتر در مسئله قلب از همه بهتره؟ بهتره. بله. کدام دکتر در مسئله داخله از همه بهتره؟ بهتره. بگن آقا فلانی. فلانی. بله. اینجا باید آدم بره از کسانی سوال کنه که اهل خبره. بله. یعنی میشناسن. بله. یعنی از علما سوال کنه. علما سوال بکنه. از روحانیین سوال کن که اونا میشناسن. بله. مجتهد از غیر مجتهد. بله. شما از یک بچه صنف 12 سوال نمی کنی که فلان کدام دکتر خیلی بله خبره است در امر مثلا قلب. بله. او چی میدونه؟ بله. نهایتش از اون دانشجوی پزشکی سوال میکنی که چند سال درس خوانده. بله. شما هم از هر طلبه نباید سوال کنی که مجتهد اعلم کیست. بله. که هر کس دلش خواست بکنه. بله. نهایتش باید سوال کنی که آقا از کسی سوال کنی که به او اعتماد داری. اعتماد داری. من تامی الان بای که وکیل آیت الله عظمای سیستانی هستم. بله. چون خیلی مسئله شرعی، مسئله عمیقیه. بله. آدم هر جواب که بده مسئولیت داره. تا می الان
هر کس از من سوال میکنه که اعلم کیست، میگم آیت الله محسنی رضوان الله تعالی علیه، میگم اعلم علمای فعلا آی سیستانی است و این واقعیت هم یک ریفرنس میدین، میگم آی محسنی اینطوری گفته دیگه علما هم همینه. بله توجه فرمودید. بله. لذا من نمیتونم بگم بله فلان آقا قومی ماست، مثلا زبان ما رو میفهمن، نمیدونم مشکلات ما رو میدونه، پس او علمه. بله. آی سیستانی در نجف. بله. افغانستان خب در جای خودش. بله. دایکندی از دورترین نقاط افغانستان ضرورت احساس کرد که در دایکندی شفاخانه ضرورت داره ساخت. بله. پس این دیگه معنا نداره که بگیم فلانی چون زبان ما رو میفهمه، فلانی چون منطقی ما رو باش آشناست، باید از او تقلید کنیم. تقلید باید از اعلم تقلید کرد، تو چی پاکستانی باشی، چی افغانی باشه، چی ایرانی باشی، چی هندی باشی، چی در هر جایی باشی باید از اعلم تقلید کرد. زبانش هم نمیدونی، ترجمه کتابش هست. بله. مخصوصا الان که سایت هم به سایت های انگلیسی و فارسی و همه سایت همه زبان ها بله هست. زبان ها هست. بله. توجه فرمودید. بله. پس تقلید باید از عالم آدم تقلید باشد. توجه فرمودید. یک مسئله دیگه هم اینجا اینه که یک مسئله هم داریم که به نام ولایت فقیه. ولی یه فقیه به کسی میگن که به اصطلاح قدرت عمل داشته باشه، عمل داشته باشه، دستش باز باشه. نه. امروز مقام معظم رهبری بله. حضرت آیت الله عظمای خامنه‌ای ولی فقیه، اطاعت از دستوراتیشون واجبه. بله. لذا حتی کسایی که در ایران زندگی میکنن چون ایشان ولی فقیه و ناظر بر همه امور هستن، حتی شما نمیتونید از قانون ترافیک هم تجاوز کنید. بله. ترافیک اگه میگه اینجا استاتچو باید استاتچو واجب میشه. واجب. چرا؟ چون اون ولی فقیه به این ترافیک گفته تو هر جایی که صلاح میدونی بله. چرا قرمز بزن، هر جایی که صلاح میدونی مردم بگو استاتچو. بله. پس میشه حکم او. حکم او. توجه فرمودید. بله. این یه بحث دیگری است. این بحث دیگه است. اما خب تقلید چطور وضو بگیرم، چطور غسل کنم، چیکار کنم، چطور نکنم، اونو باید دادم به مرجع اعلمی علم. که تشخیص داده بله. مراجعه کنه. خیلی عالی، خیلی عالی. دیگه تقریبا نزدیک یک ساعت بحث بسیار جالب بود، ما در خدمت بینندگان عزیز بودیم و بیشتر از این فرصت عزیزان رو نمیگیرم، فرصت شما رو یک دعای مختصر انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا فرج امام زمان را برسان. اللهم حاجات امام زمان برآورده بفرما. الهیم. در این روز جمعه پدر مادر ذوی الحقوق ما را بیاموز. الهیم. جوانهای ما را در پناه امام زمان از همه مشکلات حفظ بفرما. الهیم. حاجات شرعیشون را برآورده به خیر بگردان. الهیم. جوانهای ما را پروردگارا مایه روشنایی چشم ما در دنیا و آخرت قرار بده. الهیم. عزیزانی که در راه اسلام در راه مکتب تشیع کار میکنن، زحمت میکشن، جناب آقای بختیاری، دیگر عزیزانی که در استرالیا، در لندن، در آمریکا، در جاهای دیگر مشغولیت دارن، در افغانستان مظلوم مشغول هستن، همه را معید و منصور بدار. الهی. پروردگارا به ما و به همه مؤمنین توفیق عنایت بفرما که در این زمان سخت و گرفتاری مردم بیچاره افغانستان را در این سرما و در این خنک فراموش نکنیم. لحب. مشکلات مردم افغانستان را خدایا برطرف بگردان. لحب. این مرض کرونا را از سر همه انسان‌های جهان برطرف بفرما. لحب. به جاه محمدی و